اساساً نفس خود کارگر، مفهوم کارگر یکی از خرد آرمان‌های جمهوری اسلامی هستش. شما نمیتونی شورا باشی ولی در اعتراضات کارگری شرکت نکنی. اولین کسی رو که صدا میزنن شورای اسلامی کار، در رأسش هم رئیس شوراست. جامعه برای باید امکان یک پیوند زناشویی مستحکم رو برای من فراهم بکنه. تهدید کننده های این پیوند در بستر اجتماع باید محدود بشه. آیا خروج ما منجر به ارتقای سلامت میشه؟ من الان دارم در این برنامه میگم، شاید 4 سال دیگه 5 سال دیگه این برنامه ببینین، خروجی تعداد پزشک بیشتر منجر به ارتقای سلامت نخواهد. ببینید، مردم وقتی حقایق رو بشنوند اون آستانه تحمل صبرشون طبیعتاً بالا میره. ولی به عنوان یه راه حل میخوایم بریم سراغ معادن، که این معادن چه وضعیتی داره و چه کارکردی میشه ازش داشت حتی برای حل این موضوع آب. مسئله این نیست که خانواده هست، مسئله اینه که آیا خانواده در جایی که باید باشد و با کیفیتی که باید باشد هست یا نه. ما یک، اولا ما برنامه‌ای برای اون پزشک نداریم، یعنی اینکه این بنده خدا الان اومده طرحش رو میخواد بگذرونه نمیداند بعد از طرح میخواد چه اتفاقی بیفته. خدا رو شو با این دولت یک مقداری امید داره، حالا بارقه هایی از امید داره، در آذراب دمیده میشه و دیده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمت شما هستیم با یه قسمت دیگه از برنامه دادستان و پیگیری مسائل استانهای مختلف کشورمون. توی این قسمت از برنامه ما دو موضوع رو میخوایم به دو استان بپردازیم. اول استان سمنان و شهر شاهرود و حالا مسائل و مشکلاتی که مردم اونجا دارن، به ویژه در واقع جاده‌ای هست که بسیار حادثه خیزه و برای مردم اونجا مردم رو دوچار مشکل کرده. حالا ابعادش رو انشاءالله بحث میکنیم. موضوع دوممونم بحث مسائل اقتصادی، بحث اشتغال و بعضی مسائل دیگه مربوط به استان ایلامه که خب همه میدونیم که به لحاظ اقتصادی و بحث محرومیت مسائل مشکلات زیادی داره استان ایلام و نیاز داره که بسیاری از این مسائل پیگیری بشه. ما یک بخش رو دوستان آماده کردن مربوط به موضوع اولمونه، بریم اون بخش رو ببینیم، برمیگردیم با ارتباط تصویری که با مهمان عزیزمون داریم. خبر حضور و مطالبه به حق مردم ترود در مقابل فرمانداری شاهرود چند روزی است بر سر زبان‌ها افتاده. روز 28 خرداد حادثه تصادف یک دستگاه پیکان با تریلی حوالی ساعت 18:15 دقیقه در محور شاهرود ترود باعث فوت 5 نفر از یک خانواده در این محور پرخطر شده و عجیب‌تر آنکه همان شب یک جوان 20 ساله دیگر جان خود را از دست می‌دهد. چقدر باید کشته بده؟ مگه حتما باید از خانواده خودتان کشته بده که اقدامی انجام بدید؟ تا کی باید کشته بده؟ من دیشب سر صحنه بودم، سر صحنه که تریلی از این سر این بچه رد شد، من خودم بالا سر جنازه بودم. کی میخواد جواب اینا رو بده؟ حادثه ای که دلیل تجمع مردم در مقابل فرمانداری است و باید گفت این تصادف نه برای اولین بار بود و اگر مسئولین استان با جدیت اقدام نکنند برای آخرین بار هم نخواهد بود. روز یه ماشین هم عبور نمی کرده. این جاده بسی اون روز ساخته شده بود، نه جاده که الان در ساعت ده ها تلیوی رد میشه از اینجا. من خودم بنده دو سه بار حتی کنار زدم وایستیدم، آینه ماشین رو من ریز کرده تلیوی. مطالبه های دقیق و درست که اگر سالهای قبل توسط مسئولین استان پیگیری و انجام می شد، خانواده های اهالی روستا در غم از دست رفتن عزیزان خود سیاه نمی پوشیدند. تمام معادن ترود، این روی سخنم با معادن ترود، میلیارد میلیارد دارن روزانه از خاک ترود مس میگیرن، گرد و خاکش میره بالا سر مردم ترود. باید اینا جهت استانداردسازی جاده بیان دخالت کنن، آقا بیان سهم بدن. اصلا سوال اینجاست، مسئولین استانی برای بهبود این محور پرخطر چه اقداماتی انجام دادند؟ چقدر مسئولین استانی پیگیر بودند تا از ظرفیت معادن برای توسعه روستاهای اطراف استفاده کنند؟ چگونه می شود معادن مختلفی در اطراف ترود قرار داشته باشد و مسیرهای مواصلاتی از کمترین امکانات بی بهره باشند؟ الان
تقریبا ما یک بار آینه ما نشون تریلو دارم میشکنم. چهار تا اتوبوس بودیم. آرسال این موقع چهار تا اتوبوس بودیم. سه تا ما حذف شدن. فرماندار شاهرود که 27 ماه از انتصابش میگذرد در این خصوص بیان کرد. باید در طول سالهای قبل اقدامات جدی صورت میگرفت. متاسفانه من ایراد میگیرم که چرا در سالهای گذشته کاری انجام نشده و اقدامی صورت نگرفته در حد اصلاح و بهبود برای این جاده، و همین باعث شد که عرض کم جاده شانه‌ای که ندارد و تردد بیشماری از کامیون‌ها و عرض کنم خودروهای سنگینی که داریم، به دفعات ما مواجه بودیم با حوادث دلخراشی و خیلی از عزیزانمون جانشون از دست دادن. صرف نظر از اینکه در گذشته چه اقدامی انجام شده، ما موقتاً مسیر شاهرود به تورود و به سمت معلمان رو برای خودروهای سنگین ممنوع کردیم. قطعاً ممنوعیت تردد تریلی‌ها از این محور درمانی کوتاه مدت است و به نفع اهالی و رانندگان نخواهد بود. اقداماتی ضروری مثل نصب دوربین، تابلو و بیشتر شدن ایستگاه‌های اورژانس هم از لازمه‌های محورهای مواصلاتی است که مسئولین نه به منظور محبت بلکه با عنوان وظیفه باید در دستور کار خود قرار دهند. حال باید ببینیم مسئولین استان برای حل این مشکلات در دراز مدت چه اقداماتی را انجام خواهند داد. بله، در این بخشی که پخش کردن دوستانمون ملاحظه کردید که چقدر مشکل جدیه و اصلا پای جان مردم وسطه و اصلا جای شوخی نداره. اظهاراتی هم داشتن توی همین بخش، هم دیدید آقای فرماندار که خودشون هم حدود 27 ماه هست که مسئولیت رو در عهده گرفتن، گفتن که قبل از ما باید در سالهای قبل کارهایی میشد. بله، خب خیلی جاها مشکلاتی وجود داره و سالهای قبل باید کاری می‌شده، من تا الان شما مسئولیت رو گرفتید و لازمه که شما در واقع پاسخگو باشید و کاری باید کرده باشید. حداقل مثلا تابلوی نصب شده باشه، آیا مرکز اورژانسی اونجا در نزدیکی اونجا تعبیه شده باشه. باید اقداماتی که خودتون کردید و الان پاسخگو باشید، اول مسئولیت شما نیست. نکته جالبی هم که هست اینه که ما قرار بود در واقع آقای خانی نماینده شاهرود خدمتشون باشیم به صورت حضوری، و حالا من توضیح میدم بحثایی که در مورد ایشون هست. به آقای فرماندار گفته بودیم که مثلا آقای خانی هم هستن، نماینده شهر هم هستن توی برنامه. ایشون گفته بودن که خب اگه ایشون هستن دیگه ما نیازی نیست که تو برنامه حضور داشته باشیم. یعنی ما هم از آقای فرماندار هم از آقای نماینده مجلس آقای خانی دعوت کرده بودیم که حالا آقای خانی هم قبول در واقع کنسل کردن، لغو کردن حضورشون رو توی برنامه، و آقای فرماندار هم که علارغم اینکه حوزه ماموریتیشون و در واقع قوه‌ای که اصلا ایشون مسئولیت دارن، ایشون قوه مجری هستن، آقای خانی قوه مقننه، علارغم این گفتن که چون ایشون حضور دارن دیگه ما حضور نداریم. حالا بحثایی در مورد این بزرگواران هست که انشالله واردش خواهیم شد. در حال حاضر ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای ملک، ایمان ملک، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجوی شهرستان شاهرود، که میخواییم ببینیم که این مشکلات چی هست داستانش و چرا تا الان حل نشده و چه کارهایی باید کرد. آقای ملک، سلام علیکم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا. گرامی می‌داریم سالگرد شهادت امام محمد باقر و همچنین اسوه ما تشکلی ها به نوعی شهید بهشتی و 72 تن از یارانشون. من در خدمت شما هستم. سلامت باشید آقای ملک. ما حالا یه بخشی پخش کردیم از زبان مردم، در واقع شرح مشکلات رو گفتیم. شما توضیحات تکمیلی اگر دارید که اصلا از کی این مشکلات به وجود اومده. تو صحبت یکی از اون عزیزان بود که این جاده قبلا خب فقط محل تردد همین تعداد اتومبیل‌های معمولی بوده که رد می‌شدن، از وقتی معادن اونجا فعال شدن مشکلات خیلی بیشتر شده. اینو شما یه شرحی بدید که مشکل از کجا به وجود اومده و گسترده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاق تلخی رقم خورده توی شهرستان شاهرود و عموماً مردم شاهرود و همچنین مردم بخش مرکزی و دهستان تورود رو عزادار کرده. من تسلیت عرض می‌کنم خدمت همه این عزیزان.
ببینید این حادثه خب روز 28 خرداد رقم خورد و خب این تصادفی که به صورت این جاده نااستانداردی که به قول معروف اونجا هست باعث شد که این حادثه دلخراش رقم بخوره و خب این جاده دقیقا از اون روزی این حوادث از این قبیل حوادث توش زیاد شد که ماشین‌های سنگین ترددشون اونجا مضاعف شد. بله. ماشین‌های سنگین ملک خب... بزحمت شما اگر تکیه بدید تصویرتون بهتر میشه توی بله بفهم. ماشین‌های سنگین هم خب از اون روزی به قول معروف رفت آمدشون ترددشون زیاد شد که خب معادن اونجا فعال شد، اکتشافات اونجا فعال شد، اینا از اون روز این اتفاق افتاد. از چه سالیه دقیقاً؟ فکر کنم 4-5 سال اخیره دیگه معادن به قول معروف خیلی فعال شدن تو منطقه و خیلی از افراد از حالا استانهای مجاور تهران، اصفهان اومدن اونجا اکتشافاتی رو انجام دادن و خب بعضن حتی به تولید رو این موارد هم رسیدن. بله. ولی من خب به صورت مقدمه اگه بخوام وارد این موضوع بشم، متاسفانه چیزی که تو کشور ما جا افتاده همیشه میگن که خب برای اینکه ما به نوعی به توسعه برسیم، به پیشرفت برسیم، به یک عامل خارجی نیازه همیشه. همیشه به یک عامل خارجی نیازه. ببینید شما توی اشل کلان چی میگن؟ میگن که آقا تا موقعی که سرمایه گذاری خارجی تحریما رفع نشه، سرمایه گذاری خارجی نیاد، کشور پیشرفت نمیکنه، وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نمیکنه، تولید بهبود پیدا نمیکنه، از این قبیل. این دقیقاً تسری پیدا کرده به حالا استانها، شهرستانها. یعنی عموماً مسئولین توی استانها و شهرستانها دنبال یک عامل خارجی هستند، یک سرمایه گذاری هستند که بیاد اینجا، اینجا رو به توسعه برسونه، اینجا رو به پیشرفت برسونه. ولی اون توسعه و پیشرفتی که من اینو از زبان حضرت آقا عرض میکنم، اون چیزی به قول معروف که مد نظرشونه اینه که آقا توسعه و پیشرفتی ماندگاره که بر اساس بوم همون منطقه شکل بگیره، بر اساس برخواسته از همون اقلیم باشه، برخواسته از همون بوم باشه. بله. اونجوری اگر اون مسیر اگر مهیا شد، مطمئن میشین اون توسعه که اتفاق میفته به پیشرفت، به تعالی توی اون منطقه رقم میخوره و از همه مهمتر اون عدالتی هم که همه دنبالشن مطمئنا رقم میخوره. یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا دارم میگم ما الان با یک روستای مواجهیم که توی کشور معروف شده به روستا جزء دهستان هایی که با مهاجرت معکوس روبرو بوده، یعنی از شهرها دوباره همه برگشتن به روستاها. بله. بعد خب اینم خب به خاطر این فضای حالا اکتشافی و این معادنی که اونجا به کار افتاده. متاسفانه جای تلخ موضوع اینه که این همه ثروت از اونجا داره سرازیر میشه، به سمت مرکز داره میره، ولی خود همون منطقه از مواهبش استفاده نمیکنه. این بدور از عدالت، بدور از منطقه که بخواد مثلا یه همچین اتفاقی بیفته، ولی این منطقه هنوز در اون محرومیتش باشه. حالا این جاده است، این منطقه هنوز از یک سوخت پایدار هم مثلا برخوردار نیستش، مثلا از گاز طبیعی مثلا برخوردار نیست واقعا. بله. یعنی با این هم به قول معروف این مسئله‌ای که وجود داره متعدده، یعنی فقط همین بحث جاده نیست. این همیشه متاسفانه این قبیل موضوع توی سازمان ها تا موقعی که مخاطره آمیز نشده، تا موقعی که یک مشکلی رو ایجاد نکرده، به قول معروف معیشت مردم رو تنگ نکرده، با جان مردم بازی نشده، هیچ وقت نیومدن براش فکری بکنن، برای این مسئله راهکاری ایجاد کنن، ببینن آقا باید چه کار کنن این مسئله، راه برون رفت از این مسئله چیز. حالا الان بریم یه مقدار مصداقی تر بخوایم صحبت بکنیم. به طور خاص حالا این چیزی که کاری که باید معادن الان انجام بدن و حالا مسئولین استانی انجام بدن ناظر به اون جاده، اینو بفرمایید که چی است؟ آیا اصلا این معادن حقوق دولتی میپردازن؟ آیا اون بحث مسئولیت اجتماعیشون رو انجام میدن نسبت به منطقه یا خیر؟ حالا ما با حالا این با خود همون اهالیه، ما چون روز تجمع این که تشکل دانشجو در تجمع حضور داشت، حتی مصاحبه هم گرفت از چند تن از دوستان، اینجوری بود که این تشکل ها میگن که شرکت میگه به صورت خیلی محدوده، مثلا بله. مثلا یه سری تجهیزات کوچیک رو به مدارس اهدا میکنه، مثلا یه از همین قبیل کارها مثلا. ولی اینکه بس آقا این جاده ای که الان مثلا به این صورت هست کی استفاده میکنه مگه؟ حالا این مردم که خب این جاده روستایی بود قبلا هم استفاده میکردن، الان این معادن هستن خودشون هستن که دارن این جاده رو استفاده میکنن، ماشیناشون داره رفت آمد میکنه، خب بار و ترانزیت کالا به وجود اومده تو این جاده.
خودشون باید دل بسوزونن این موارد. حالا میگیم آقا مثلا دارم میگم دولت نقشی مثلا دارم میگم اللحاظ بودجه ای شاید نتونه وسعش نرسه، بالاخره شهرستان تا بخواد این نامنگاری ها این مسائل بخواد اتفاق بیفته طول میکشه یکم، بالاخره اینها حداقل باید حداقل نماینده دولت در این شهرستان که فرماندار محترم و نماینده باید حداقل این بنگاه های تولیدی اقتصادی رو مجاب کنن که حداقل این کارا رو انجام بدن داخل اون منطقه، که حداقل ایمن باشه مردم بتونن مثلا به راحتی رفت آمد کنن، این مخاطره آمیز نباشه این جاده. یعنی مثلا خیلی از افرادی که شب اونجا تو اون محدوده رفت آمد میکنن میگن ما به سختی مثلا داریم رفت، یا مثلا هیچ وقت رفت آمدمون رو به شب نمیذاریم مثلا، این اتفاق افتاده. درست این قبیل نظرات آقای ملک، الان شما پیگیریایی که از مسئولین شهرستان و استان داشتید جوابشون چی بوده؟ آیا طرحی در دست اقدام دارن؟ آیا از این معادن قرار در واقع کاری بکشن؟ بودجه قرار از سمت اونا بیاد به سمت توسعه این موضوعی که متاسفانه در این قبیل هم یک موضوعی که هست، حالا نماینده محترم و فرماندار و دیگر در استاندار محترم دیگر مسئولین زحمت کشیدن برای بازدید رفتن، برای حالا به قول معروف توی روستای ترود حضور پیدا کردن، اما اینکه ما این مطالبه رو داریم که آقا اینکه موضعشون شفاف نبوده، الان نمیدونیم دقیقاً برنامه این افراد چیه، اومدن اعلام چی کردن، ولی خب بعد یا مثلا اومدن مثلا در یک اتفاق نادر که همیشه به تبدیل به بدعت شده متاسفانه بعضی در بین بعضی از مسئولین، که همه اتفاقات همه مسائل رو به قبل خودشون مثلا حالا به ما مثلا میگیم که آقا فرماندار محترم شما خودتون 27 ماه که اینجا حضور داشت، بله بالاخره تو این 27 ماه حد اول همین نماینده محترم فکر کنم که دو بارم بازدید داشتن اصلا از اون منطقه، بابا تو این 27 ماه دیگه حداقل میشد یک حداقل میشد اون بنگاه اقتصادی رو مجاب کرد که بیان به قول معروف این کارو انجام بدن از این حالت خارج بشه. متاسفانه روشنسازی نه، چیزی که الان متاسفانه ما توی شهرستان باش مواجه هستیم این که ما هر روز با مسئله طرفیم، هر روز یه مسئله جدیدی رخ میده. بله ببینید زمانی که ما مثلا یه مسئله جدیدی رخ میده توی شهرستان، ببینید تشکل‌های دانشجویی و خب عناصر مطالبه‌گری دیگری که حالا افراد مطالبه‌گری دیگری که در بخش‌های دیگه حضور دارن کار می‌کنن، نمی‌دونن که الان هر روز مثلا امروز با یه مسئله مواجهن، فردا یه مسئله جدید رخ میده، باز روز بعد یه مسئله جدید رخ میده، یعنی پشت سر هم این یه خورده به قول معروف خطا و ناکارآمدی انگار مثلا پشت این قضايا هست که هر روز یه مسئله جدید. مثلا ما الان متاسفانه تو بحث آب با مشکل موزل مواجهیم توی شهرستان و توی حالا دهستان‌های اطراف، بله و توی شهرهای و توی مثلا دارم میگم این حالا بحث جاده فقط این جاده نیست، مثلا آقای ما خیلی بحث رو پخشش نکنیم چون حالا یه مصداق رو میخواییم پیگیری کنیم به نتیجه برسه. شما این بحث این جاده رو که حالا بحث آب، بحث گاز، همه اینا مسائلی هست که باید پیگیری بشه، منتها این بحث جاده چون الان با جان مردم در واقع درگیره و داره تلفات میگیره و تلفات هم چیزیه که حالا از اون حالت عادی خارجه، حالا تو هر جاده ممکنه یه اتفاقاتی بیفته، یه تصادفاتی بشه، منتها اینجا به دلیل تردد این ماشین‌های سنگین که تو همین چند سال اخیرم در واقع ایجاد شده، این داره تلفات خیلی سنگینی میگیره و مردم منطقه رو کامل مستعصل کرده. این شما پیگیری راجع به این مورد توی سفرهای استانی آقای رئیس جمهور هم داشتید؟ آیا این مسئله مطرح شده اونجا که بخواد بودجه اختصاص پیدا بکنه یا من اینو به صورت شفاف عرض میکنم، متاسفانه در حالا سفرهای مختلفی که وزرا به استان و شهرستان داشتن و شخص رئیس جمهور داشتن، متاسفانه جریان دانشجویی هیچ گونه نقشی رو براش توی شهرستان و استان ندیدن. یعنی عملا ما بتونیم مثلا با وزیر مربوطه ارتباطی بگیریم، با شخص رئیس جمهور یا مثلا توی فضایی بشه مثلا وزرای مختلفی که حالا اومدن توی زمینه‌های مختلف اومدن، یعنی جایگاهی نداشته متاسفانه، مسئولین این جایگاه رو برای جریان‌های دانشجویی ندیدن. درست. ما هرچی تلاش می‌کنیم ارتباط بگیریم، ارتباط مؤثر بگیریم، متاسفانه پاسخگویی خیلی به ندرت و خیلی پایینه سطحش. متاسفانه خیلی ممنون آقای ملک، ما در خدمت شما هستیم همچنان. ارتباطمون با آقای سید عباس موسوی، دکتر سید عباس موسوی، استاد دانشگاه آزاد شاهرود که خودشون هم از اهالی ترود هستن.
ارتباط تلفنیمون برقراره. اگر صدای بنده رو دارن من سلام عرض میکنم خدمتشون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم. علیکم السلام. آقای موسوی، ما یک بخش رو پخش کردیم، در واقع شرح ماجرا از زبان خود مردم بود و تصاویر اون جاده‌ای که خیلی حادثه خیز شده اون رو در واقع نشون دادیم به مخاطبانمون. آقای ملک هم توضیحاتی دادن در مورد اینکه ماجرا از کی شروع شده و چرا تا الان مسئولین استانی و مسئولین کشوری به این رسیدگی نکردن. خود شما که حالا هم در واقع در نهاد دانشگاه هستید و در واقع نهاد علم هست و هم قوت پیگیری دارید و خودتون هم از اهالی ترود هستید، بفرمایید اگه بخواید بگید که مشکل ماجرا کجاست، یعنی کدوم یکی از عزیزان باید اقدامی رو انجام بده، کدوم یکی از مسئولین که انجام نمیده و چه تصمیمی باید گرفته بشه که این مشکل حل بشه. شما از زاویه نگاه خودتون بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت دارم سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر رو و یک تسلیت ویژه دارم خدمت اهالی محترم روستای ترود، این فاجعه هولناک و دردناک رو. عرضم به حضورتون که بعد از انقلاب که این جاده برای مردم ولایت مدار و انقلابی ترود احداث شد، یک جاده روستایی بوده، یک جاده روستایی که با آسفالت گرم و جاده فرعی. بله. اصلا جاده نیست که ما بخوایم این رو بگیم یک جاده اصلی بوده، یک جاده استاندارد بوده، همه زیرساخت‌ها مهیا بوده. یک جاده روستایی برای مردم روستا احداث شد، ولی متاسفانه به مرور زمان به خاطر اینکه جاده‌ای بود که برای راننده از لحاظ بهره‌وری و استفاده و کریدور شمال به جنوب مطرح شد، متاسفانه این جاده مورد تردد خیلی زیاد قرار گرفت. در ساعت 50 کامیون از این جاده دارن تردد میکنن. جاده‌ای که شانه خاکی ندارد، از شب عید تا الان مگه چقدر گذشته؟ بله. بیش از 10 نفر تلفات تو این جاده دادیم، یعنی واقعا آمار متاسفانه حادثه خیزترین محور استان سمنان جاده ترود هستش. شانه خاکی نداره، عرض پل بسیار بسیار باریکه، توی جاده گودال‌هایی وجود داره که اگه ماشین سواری داخل اون بیفته احتمال این که بخواد ملق بزنه چپ بشه 100% وجود داره. خط کشی ها بسیار بسیار کهنه و قدیمی و وسط جاده، یعنی جاده رو خط کشی نمیبینید. تابلو علائم رانندگی متاسفانه به هیچ عنوان وجود نداره. راننده جاده صاف رو در نظر میگیره تو جاده رو قفل میکنه، نه پلیسی. من الان 47 سال عمر دارم، متاسفانه یک بار، حتی شما یک بار هم پلیس تو این جاده نبوده که ما بگیم یک ارزم به حضور ترمزی باشه برای این راننده، یک هشداری باشه برای راننده. دوربین ندارد، اصلا هیچ چیز استانداردی ندارد، ولی اصلا تناسب جاده با یه جاده فرعی روستایی که حالا تردد زیادی نداره است دیگه، یعنی یه جاده‌ای که مردم حالا، یعنی آسفالتی شده که دسترسی روستا به شهر آسان باشه، اصلا پاسخگوی تردد زیاد و پاسخگوی تردد ماشین‌های سنگین و اینا نیست دیگه، درسته؟ به هیچ عنوان جاده روستایی هستش، جاده فرعی هستش، اصلا تردد کامیون شما حساب کنید توی یک ماه یک راننده اتوبوس ما 3 بار آینه ماشین عوض میکنه به خاطر برخورد با کامیون و تریلی. بله. چی بگیم ما؟ اصلا جاده وقتی که از روبروت ماشین میاد باید ترمز بزنید. ببینید، من به دوستانتونم گفتم، به همکاران عزیزتونم گفتم، وقتی که من از شاهرود میخوام برم ترود، پشت سر من آب و قرآن و فکر کن من دارم میرم به جنگ داعش، دارم میرم جبهه، احتمال برگشت من نیست. من تا برم یک مسیر 1 ساعت و 20 دقیقه رو برسم 10 بار به من زنگ میزنن الان کجایی. یعنی واقعا توی یک شب 6 نفر تلفات توی یک روستای 3-4 هزار نفری، یعنی من. اگه بخواد به مرگ طبیعی باشه، درسته اون و همه چیز دست خداست، منکر هیچ چیز نیستیم ما، ولی این رو اگه بخواد بگیم مرگ طبیعی، من این رو جیره 2 سال این روستا میبینم، نه اینکه یک شب این روستا. متاسفانه
متاسفانه. حالا تو این بازه اخیر توی دولت اخیر که حالا استاندار و فرماندار جدید مسئولیت دارن، آیا اقدامی کردن توی حداقلش خط کشی یا تابلو زدن یا یه کاری حداقلی که هزینه زیادی هم نداره اقدامی شده؟ به هیچ عنوان هیچ تصمیم گیری. به ما قولهای دادن، مقطعی برای اینکه درد و آلام ما رو کم کنن میان به ما میگن ما تصمیم گرفتیم بودجه نمیدونم ردیف بودجه براش تعریف شده. خب ردیف بودجه کجاست؟ حلوا که دهن شیرین نمیشه. 12 کیلومتر بعد از این همه درخواست، بعد از این همه تقاضا، بعد از این همه کشت و کشان، بعد شده 12 کیلومتر که چی بشه؟ 12 کیلومتر تو فاصله 170-180 کیلومتری، یعنی میگم از معلمان تا شاهرود، تا خود ترود رو نمیگم، اون محوری که ماشین ها و کامیون های بزرگ ازم بزرگ تردد دارن رو دارم میگم. ببینید این اگه بخواد درست بشه برای دولت جمهوری اسلامی ایران با این توان و با این قابلیت کار 6 ماه هست. یعنی اینا بیان شانه جاده رو بزنن برای جاده، پولا رو تعریض کنن، علائم راهنمای رانندگی نصب کنن، دوربین باشه، پلیس راه توی جاده باشه، اورژانس باشه. شما ببینید اورژانسی ما آمبولانسی داریم که عمر سازمانی آمبولانس ما تمام شده است. یعنی چی؟ پیرترین آمبولانس توی استان سمنان متعلق به این مردم ولایت مداره. چی بگیم؟ اصلا نمیدونیم واقعا. یعنی این کار یک کاری است که در عرض 6 ماه ولی الان یک بودجه 150 میلیارد تومانی آمده. 12 کیلومتر. بله. ولی نمیشه، واقعا نمیشه. مردم گناه دارن. خیلی ممنون آقای موسوی، متشکر از توضیحاتتون. سلامت باشید. استفاده کردیم، انشالله که حالا با این پیگیری های ما جواب بده مسئولین. هم انتها یک خواهش از مسئولین دارم، لطف کنید من اینو بگم، خواهش میکنیم، ما مردم خواهش میکنیم به داد این مردم مظلوم برسید. مردم ولایی، مردم انقلابی، مردم پیرو رهبری، روستایی، من اینو چندین جا گفتم، روستایی که حجابش حجاب برتر است، ما یک نفر با حجاب مانتو اونجا پیدا نمیکنید. مردم انقلابی، مردم مظلوم، خواهش میکنم به داد این مردم برسید که از حد اقل امکانات، نه گاز دارن، نه برق مناسب دارن، نه آب مناسب دارن، جاده به این نه. خواهش میکنم به داد این مردم برسید. خیلی ممنون، متشکر آقای موسوی، استفاده کردیم از فرمایشاتتون. انشالله که حالا این فرمایشات شما و پیگیری های ما به یه نتیجه برسه، ما هم انشالله پیگیر هستیم این موضوع رو. آقای ملک خیلی هم فرصت نداریم، بفرمایید اگر نکته پایانی دارید، خطاب به مسئولین استانی، حالا از نماینده مجلس تا مسئولین دولتی که توی استان مسئولیت دارن، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید و بگید که شما توی تشکل دانشجویی هم چه پیگیری‌هایی خواهید کرد و کارو به کجا خواهید رسوند. والا من تنها درخواستی که از مسئولین داریم اینه که اولا اینکه پاسخگوی در وهله اول پاسخگوی تشکل‌های دانشجویی باشه در وهله اول. اینکه ما خواهش داریم، در به طور مکرر داریم نامه میزنیم به حالا ارگان‌ها، سازمان‌ها، اما از دفتر نماینده، فرمانداری و جای دیگه، خواهشم پاسخگو باشن. ما نامه میزنیم متعدد مثلا به نماینده محترم، بعد از این همه حالا در حالا نه دوران بنده، قبل از من هم به همین صورت بودش، حالا دبیران قبلی شورای تبیین نامه به متعدد زدن، خواستن ارتباط بگیرن، ولی متاسفانه اصلا پاسخگویی وجود نداره. این دفعه هم که ما اومدیم چندین بار هم در بحث حالا این برنامه پرسو مسائل شهرستان، هم در بحث مسائل حالا مجلس که مثلا وزارت بازرگانی و این مسائل بود، ما خدمت ایشون نامه زدیم، حتی ایشون پاسخ منفی هم به ما ندادن. یعنی پاسخ منفی ندادن که آقا مثلا ما نمیتونیم مثلا حضور پیدا کنیم در این جلسه، اصلا بدون پاسخ. این واقعا این نوع برخورد مسئول در شأن یه مسئول نیست که بخواد با تشکل های دانشجویی. ما هم از روی دغدغه هست به خود، ما هم دنبال این هستیم که ارتباط مطلوبه شکل بگیره با مسئولین، ارتباط مناسب شکل بگیره با مسئولین. ما دنبال چالش و نزاع نیستیم عموما با مسئولین، واقعا جدی دارم مثلا این تریبون میگم که مسئولین اینو درک کنن، ما دنبال نزاع نیستیم عموما با مسئولین، دنبال این هستیم که دغدغه های تشکل های دانشجویی که دغدغه جامعه است انتقال پیدا کنه، واقعا گوش شنوایی داشته باشه این دغدغه ها و بیانات. آقای ملک من در خدمت شما، سلامت باشید، ممنون از توضیحاتتون، امیدواریم که حالا پاسخگو باشن. ممنون، التماس دعا، خدا نگهدار. لطف کردید که این وقت رو به من دادید و به مردم شهر. سلامت باشید، ما وظیفمون همین است که مسائل استان‌ها رو پیگیری بکنیم. حالا من مجدد اینجا دعوت میکنم هم از
مسئولین دولتی استان، آقای فرماندار و دیگر دوستان، هم به طور خاص از آقای خانی، جناب آقای علی اصغر خانی نماینده شاهرود که ما دعوتشون کردیم، متاسفانه لغو کردن دعوت رو، قرار بود که بیان خدمتشون باشیم. حالا یه مسائلی هم گفتم نسبت به ایشون وجود داره، ابهاماتی در مورد اینکه توی انتصابات دولتی خیلی تاثیرگذار هستن، دخالت میکنن، علارغم اینکه بالاخره خود مقام معظم رهبری تاکید کردن که توی انتصابات دولتی دخالت نکنید، این اعمال نفوذها بالاخره فسادها و ناکارآمدی‌هایی رو در پی داره. در مورد اینکه حالا بالاخره نزدیک انتخابات هست و اتفاقاتی داره اونجا رقم میخوره، اینا ابهاماتی وجود داره. ما علاقمندیم که ایشون خودشون بیان، ما اینجا بحثا رو مطرح بکنیم نسبت بهشون و اگر پاسخی دارن بفرمایند، اگرم که ندارن که خب همین حرف ما به گوششون میرسه، به گوش مردم هم میرسه، البته مردم خودشون از وضعیت آگاه هستن. بریم یک بخشی رو ببینیم، بخش خبر ما هست، این بخش رو ببینیم، برمیگردیم به موضوعات استان ایلام میپردازیم. معضل تأمین آب شرب حتی در گرگان. از منظر بسیاری از ایرانیان شهر گرگان، مرکز استان گلستان، در زمره یکی از مناطق به ظاهر خوش آب و هوا محسوب می شود که تصور مشکل کم آبی در این شهر برای همگان بسیار سخت است. اما واقعیت طور دیگری است. تغییر اقلیم و کاهش بارش ها مشکلات و تنگناهای بسیاری را در حوزه تأمین آب شرب در گرگان ایجاد کرده است. شهر گرگان حدود 450 هزار نفر جمعیت دارد که در یکی دو سال اخیر با مشکل کم آبی مواجه بوده. چند ماهی است که میزان تولید آب 36% از مصرف آب در شهر گرگان کمتر است. مدیر عامل شرکت آب منطقه گلستان به خبرنگار دانشجو گفت آب شرب مورد نیاز استان گلستان فقط از طریق 700 حلقه چاه تأمین می شود که به سبب خشکسالی دبی برداشت آب از این چاه ها تا 50% کاهش یافته است و هیچ سدی برای آب شرب نداره. میانگین پایین سرانه آموزشی جلوه ای دیگر از محرومیت سیستان و بلوچستان. عدالت آموزشی بیشک یکی از مهمترین مؤلفه های نظام آموزش و پرورش محسوب می شود که منظور از تحقق عدالت در آموزش و پرورش تأمین فرصت های یکسان برای دسترسی عموم افراد جامعه به آموزش و پرورش است. یکی از نمونه های نابرابری مسئله آموزش و پرورش در استان سیستان و بلوچستان است. استان سیستان و بلوچستان پهناورترین استان ایران محسوب می شود، اما تراکم شهرها در این استان بسیار کم است و فاصله زیاد شهرهای استان باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شده است. میانگین سرانه فضای آموزشی در کشور 5.5 و در سیستان و بلوچستان 3.2 متر مربع است و نبود فضاهای آموزشی یکی از اساسی ترین علتهای بازماندگی تحصیلی دانش آموزان در این استان بوده است. نبود زیرساخت در بهشت معادن کشور. خراسان جنوبی را به عنوان بهشت معادن شرق کشور می شناسند. دولت 13 طی 2 گذشته تمرکز خوبی روی تأمین زیرساخت‌های شهرهای معدنی استان از جمله نهبندان کرده است. از جمله آنها می توان به احداث پست 400 کیلوولتی نهبندان، تلاش برای ساخت راه آهن و انتقال آب از دریای عمان به استان اشاره کرد. مع الوصف، اما معدنکاران استان تا فراهم شدن این زیرساخت‌ها مشکلاتی دارند که حل آنها می تواند انگیزه بیشتری را برای سرمایه‌گذاران و کار و تلاش بیشتر به معدنکاران بدهد. خیلی ممنون که دادستان رو تماشا میکنید. توی این بخش از برنامه میخواییم بریم به استان ایلام و ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای صیادیان، دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان ایلام. میخواییم صحبت کنیم در مورد وضعیت شاخصهای اقتصادی تو استان ایلام و اینکه توی این دولت چه کارهایی براش انجام شده و حالا آمارهایی که داده میشه چقدر صحیح هست و این مباحث رو بررسی بکنیم. آقای صیادیان سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب فیضی پور و عوامل محترم خبرگزاری SNN که همیشه مجدانه
مطالبات مردمی رو دنبال میکنید در راستای رفع مسائل استان و کشور. در خدمت شما عزیزان هستم. سلامت باشید. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای صیادیان، یه اجمالی بفرمایید از وضعیت شاخص‌های اقتصادی، بحث بیکاری، تورم، شاخص‌های دیگه‌ای که حالا توی استان مهم هست و مردم باهاش درگیر هستن، در نسبت به استان‌های دیگه کشور چطوره؟ اینو بفرمایید. خب من بخوام در مورد مسائل اقتصادی استان ایلام شروع بکنم، نیاز هستش که یک پیش درآمدی بر استان ایلام داشته باشم که یکم بهتر استان ایلام رو بشناسید. بله. ابتدای صحبتاتون اشاره کردید که آره، استان ایلام یکی از محروم‌ترین استان‌های کشوره که واقعا صحت داره این موضوع. اما میخوام که استان ایلام رو بهتر خدمت مخاطبان عزیز معرفی بکنم. استان ایلام 6% از منابع نفت کشور رو در اختیار داره و 11% از منابع گاز ایران رو در اختیار داره. رتبه 3 نفت کشور و رتبه 2 ذخایر گاز کشور رو در اختیار داره. بله. اگه یه نگاهی بکنیم بر این آمارها، میبینیم که تقریبا استان ایلام از 280 میلیارد بشک نفتی که کشورمون جز ذخایر منابع نفتیش هست، تقریبا 12.5 میلیارد بشک نفت در استان ایلام هست و از مجموع 42 تریلیون متر مکعب گاز کل کشور تقریبا حوالی 4.5 تریلیون متر مکعب گاز در استان ایلام هست و این شاید تا الان به درستی خدمت مردم کشور ارائه نشده که استان ایلام چه ظرفیت غنی داره. واقعا رتبه 10 جهان رو از لحاظ گاز داره، از لحاظ ذخایر گازی جهان، و رتبه 18 جهان رو از لحاظ ذخایر نفتی. و برای اینکه بهتر این آمار رو درک بکنید، استان ایلام یه تنه اندازه کشور عراق، اندازه کشور استرالیا، اندازه کشور چین، اندازه اتحادیه اروپا فقط منابع گازی داره و بیشتر از اتحادیه اروپا منابع نفت در اختیارش هست، بیشتر از مکزیکی که یکی از تولید کننده های بزرگ نفت در سطح جهان هستش ذخایر نفتی داره. یعنی فقط منابع نفتی و گازی استان ایلام آنقدر سرشار و غنی هست که میشه از این منابع به درستی در مدیریت اقتصادی استان استفاده کرد. اما در مورد مبحث جنگ اقتصادی بگم، جنگ اقتصادی که ما با اون مواجه شدیم طی تقریبا میشه گفت 2 دهه اخیر که کاملا بحث اقتصاد ما رو هدف قرار داده، خب 2 بُعد داره. یکیش بُعد خارجی ماجراست که در بحث تحریم ها مشاهده میکنیم که دستگاه دیپلماسی خیلی زیبا تونسته که کشورهایی رو که با نظام ما زاویه داشتن الان به سمت خودش جذب کنه و عملا کشور ایران رو به عنوان یکی از کشورهای پرقدرت و یک وزنه تاثیرگذار در عرصه معادلات جهانی به حساب بیارن. بله. و بُعد خارجی و دستگاه دیپلماسی بسیار عالی بوده. اما در بُعد داخلی که باعث شده که یکم بحث اقتصادی باعث تکدر خاطر مردم بشه، ضعف عملکرد برخی از مسئولین. بله. که حالا من بیشتر روی بحث استان ایلام میخوام تمرکز بکنم. البته خب واقعا مجموعه استانداری، مجموعه مدیران اقتصادی استان جا داره یه خدا قوتی بهشون بگیم. بله. در عرصه حل مسائل مردم و بسیار کارهای شایسته‌ای رو انجام دادن با اون مدیریت انقلابی که در این دولت وجود داره. یه مقداری مصداقی‌تر بریم در مورد وضعیت الان، حالا مسائل و مشکلاتی که مردم، ظرفیت‌ها رو گفتید که استان، یعنی میگیم استان محروم، اون تا همزمان استان پرظرفیتی هم هست، استان ایلام که میتونه جزء استان‌های پیشرو و در واقع مرفه کشورمون باشه. اینو فرمودید. الان شرایط بحث بیکاری، بحث تورم، مباحث مسائل و مشکلاتی که مردم باهاش مواجه هستن، اینو بفرمایید تو چه وضعیتیه و چه اقداماتی تا الان انجام شده و باید انجام بشه. بله، دقیقاً به همین مورد می‌خواستم اشاره بکنم. علارغم این همه ظرفیت‌ها و علارغم تلاش مسئولین، ما شاهد اینیم که در آمارهایی که در حوزه اقتصاد ارائه میشه در کشور، متأسفانه ایلام آمار مناسبی رو نداره و این رو به استناد آمارهای منتشر از مرکز آمار کشور خدمت شما عرض میکنم. حالا آمارهایی که بنده احصا کردم، نمونه ای ازشون رو خدمت شما میگم. در دی 1401 آمار نرخ تورمی که اعلام شده، استان ایلام 50.4% تورمش بوده، کشور 46.3%، یعنی یک فاصله 4.1% با میانگین کشور داشته. در بهمن 1401 استان ایلام 52% تورم داشته، کل کشور 47.7% به صورت میانگین تورم داشتن که این باعث شده که فاصله ما با میانگین
ایران باز هم 5.7% باشه. اردیبهشت ماه 1402 54.6%، تورم ما بوده کشور 49.1% که 5.5% اختلاف، و آخرین آمار منتشره که مربوط به خرداد 1402 هستش 53.5% تورم استان ایلام بوده، ولی تورم کشور 48.5 بوده. یعنی ما به صورت میانگین 5% از سایر استانهای کشور شرایط گرانتری رو تجربه کردیم و استان گرانتری بودیم، و این باعث شده که مردم یکم دلخور باشن نسبت به همین آمارهای اقتصادی. بله. که واقعا حمایت مسئولین رو در این حوزه میطلبه و نقدهایی هم وارده در این حوزه به مسئولین که چرا ما باید با توجه به این که کمترین جمعیت استانهای کشور رو داریم و این همه ظرفیت داریم، اما باز هم از لحاظ تورمی جز گرونترین استانهای کشور باشیم. اما در مورد سایر شاخصهای اقتصادی میخوام خدمت شما صحبت بکنم. یکی از شاخصهایی که خیلی مهم هستش در بحث اقتصاد بحث شاخصهای سرمایه گذاریه. یعنی ما باید بتونیم شاخصها رو به نحوی مدیریت بکنیم که سرمایه گذار چه خارجی خارج از کشور باشه، چه سرمایه گذار خارج از استان باشه، استان ایلام رو به یک مکان جذاب برای اون سوق نقدینگی و از اون سوق سرمایه به حساب بیاره، که متاسفانه طبق آمارهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده، ما در بهار 1401 امنیت سرمایه گذاری در استان ایلام جزء بدترین استان‌های کشور هستش. یعنی استان سیستان و بلوچستان، ایلام و بوشهر جزء استان‌های ضعیف از لحاظ امنیت سرمایه گذاری هستن. از لحاظ ثبات اقتصاد کلان ما در آمار مربوط به بهار 1401، البته این آمارهایی که میگم مربوط به 1401 هستش، چون آمار جدید منتشره فعلا بیرون نیومده که بر اساس اونا بخوایم استناد بکنیم، باز رتبه 19 هم رو داشتیم. بله. و در نماگر اشتغال هم بفرمایید، چون یه آماری هم در واقع آقای وزیر کار داده بودن، آقای سهلت مرتضوی، در مورد اینکه اونجا یه تعدادی اشتغال ایجاد شده و بحثایی شده بود در مورد این آمار، که این آمار صرفا بر اساس میزان بودجه که تخصیص دادن یه ضربی کردن، گفتن این میزان بودجه باید این میزان اشتغال رو ایجاد کنه، اونو جزء آمارها آوردن. اینو بفرمایید ماجرا چی بود؟ ببینید از لحاظ اشتغال خدمت شما عرض بکنم، از لحاظ تئوریکش رو اول خدمت شما عرض می‌کنم. حالا ما یه بحثی در اقتصاد داریم، چون رشته تخصصی بنده کارشناس ارشد اقتصاد هستش، میخوام در این حوزه یکم موشکافانه تر ورود بکنم. ببینید در بحث تئوری اقتصادی ما یه بحثی داریم به اسم منحنی فیلیپس، یعنی زمانی که تورم خیلی بالا هستش نرخ بیکاری معمولا شرایط پایین تری رو و شرایط مناسب تری رو دنبال میکنه، که این اتفاقا بر اساس آمار افتاده. اما نقدی که به آمار اشتغال استان وارد هستش، بارها ائمه جمعه از طریق تریبون‌های نماز جمعه عنوان کردن، بارها مسئولین یک انتقاداتی رو نسبت به این حوزه داشتن، حالا شفاف‌سازی‌ها هم صورت گرفته از جانب مجموعه استانداری، اما باز هم یکم مبهم هستش. از چه جهت؟ خب اعلام شده که استان ایلام 17000 شغل رو تونسته ایجاد بکنه. اولین سوالی که پیش میاد، این 17000 شغل به صورت موشکافانه و تفکیکی به چه شکل بوده؟ آیا وام‌های اشتغال دایی که این وسط ارائه داده شده و این تسهیلاتی که ارائه داده شده آیا راستی آزمایی شدن و منجر به اشتغال پایدار شدن، یا اشتغال کاذب اصلا به وجود اومد؟ این یه بحث ماجراست. یه بحث دیگه‌ای که در مورد آمار اشتغال استان وجود داره بحث تبدیل وضعیت هاست. حالا آمارهایی به صورت زد و نقیض منتشر شده که 4000 عملا شغل مربوط به این 17000 شغل مربوط به تبدیل وضعیت هایی بوده که ایثارگران انجام دادن، یعنی شغل جدیدی ایجاد نشده، تبدیل وضعیت انجام شده، کسی بوده که قبلا سر شغلش بوده حالا تبدیل وضعیت پیدا کرد. ولی یه نکته ای رو که حالا تا الان تو استان ایلام بهش پرداخته نشده این موضوع و من میخوام بهش بپردازم و شاید بگم بیشتر این آمار اشتغال رو زیر سوال ببرم و نقد بکنم نسبت بهش و منتظر حالا شفاف سازی بیشتر از جانب مسئولان باشم، یک نرخ مشارکت اقتصادیه. این زمانی که ما از نرخ بیکاری صحبت میکنیم، خب نرخ بیکاری همیشه یک حالت خوشبینانه ای رو از ماجرا به ما نشون میده. ما اگه بخوایم در ورای این نرخ بیکاری یک بحثی رو دنبال بکنیم و یک راستی آزمایی رو عملا دنبال بکنیم، نرخ مشارکت اقتصادی خیلی برام حائز اهمیته. در نرخ مشارکت اقتصادی ما دنبال اینیم که بفهمیم چه افرادی در جامعه دارای کار هستن و چه افرادی دنبال کار هستن از جمعیت افرادی که در سن کار قرار گرفتن. یک مثال خدمت شما میزنم. به عنوان مثال استان ایلام 500 نفر جمعیت داره. از این 500 نفر 200 نفر
سنشون بالای 15 سال هستش که اون سن استاندارد برای حوزه اشتغال هستش. حالا از این 200 نفری که سنشون در معرض سن نیروی کار هستش، 65 نفر نیرو به صورت شاغل و افراد جویای کار، یعنی اینایی که میگم جویای کار ممکنه بیکار باشن ولی دنبال کارن، این 65 تا تقسیم بر این 200 میشه و یک عددی رو به ما میده به اسم عدد 32.5%. دقیقا میخوام مثال استان ایلام رو بزنم، حالا در ابعاد بزرگتر میشه این اعداد، ولی من اومدم یک مثالی رو بزنم که دقیقا مصداقش بشه استان ایلام. بله. چرا که استان ایلام نرخ مشارکت اقتصادیش 32.5% هستش، در حالی که میانگین کشور حوالی 41% و پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور رو داریم، یعنی 31 استان کشور از لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی داره. حالا نرخ بیکاری چجوری حساب میشه؟ نرخ بیکاری ما اینجا میگیم از اون 65 نفری که ما نیروی جمعیت فعال حساب کردیم و دنبال کار میگشتن، از این 65 نفر 50 نفرشون کارمندن، حالا کارمند به هر شکلی، یا دارن کار میکنن. 15 نفرشون جویای کار هستن. ما میایم این 15 نفر رو تقسیم بره عملا 65 میکنیم همه این جمعیت نیروی کار و ضرب در صد میکنیم که آمار 7.5% نرخ بیکاری رو به ما میده که پایین ترین نرخ بیکاری کشور مربوط به ایلام میشه. یعنی نگاه بکنید، از یک سمت نرخ مشارکت اقتصادی ما در بدترین حالت در کشور هستیم. بله. از یه جهت دیگه نرخ بیکاریمون بهترین حالت رو در کشور داره. ما زمانی میتونیم نرخ بیکاری رو خیلی حالت مطلوبی حساب بکنیم که از اون ور نرخ مشارکت اقتصادیمون هم بالا باشه، که متاسفانه این نیست. حالا ممکنه این مشکلات فرهنگی بحث فرهنگی کار باشه داخل استان ایلام و حالا اشتغال‌های کاذبی باشه که در استان ایلام وجود داره، که اینها باید ریشه‌ای دنبال بشه و هدف از نقدهای ما این هستش که مسئولین واقعا اصلاح بکنن این رویه رو، چرا که دولت انقلابی هستش، خود مجموعه استانداری هم خیلی مجدانه دارن تلاش میکنن در حوزه اشتغال زایی داخل استان ایلام و دارن کار میکنن، ولی باید ما با واقعیت ها روبرو بشیم. حقیقت چیزی هستش که ما دوست داریم باشه، اما واقعیت اون چیزی هستش که وجود داره و ما انتظار داریم اون چیزی که وجود داره هم عملا نیل پیدا بکنه به سمت اون حقیقت ها. یک سری مسائل دیگه هم داخل استان ایلام وجود داره. سیادیان چون خیلی فرصت هم نداریم، حالا ما به طور خاص از این مجموعه توضیحاتی که شما دادید یک در واقع مطالبه را اگر داشته باشیم که این آمار اشتغال صرفاً بر اساس اینکه میزان تسهیلاتی که داده شده و اینکه پیش بینی میکنن که حالا این میزان تسهیلات چقدر شغل ایجاد کرده، اینجوری نباید باشه. آمار اشتغال همونجور که خودمون میدونیم در نقاط مختلف کشور هست و مثالش رو دیدیم، اینه که این تسهیلات خیلی‌هاش اصلا منجر به اشتغال نمیشه، یعنی تسهیلاتو مردم میگیرن و حالا باش در واقع نیازهای دیگرشون رو برطرف میکنن و به اشتغال نمیرسه، یا توی مسیر اشتغال به این موانعی میخورن که اون سرمایه گذاری هم انجام میشه منتها باز به شغل رو ایجاد نمیکنه. حالا امیدواریم که این پیگیری و مطالبه ما باعث بشه که این آمارها دقیق تر بشه. دو تا سوال دارم در مورد از خدمت شما. یکی بحث نهضت ملی مسکنه که توی استان ایلام ببینیم چطور پیش رفته، و دوم هم چون نزدیک اربعین هم هستیم، در واقع نزدیک ایام محرم هستیم و دیگه باید استان ایلام آماده بشه برای اربعین، بفرمایید که این در واقع سفر اربعین به سفر این تعداد بالایی از مردم ما که بخش اعظمشون هم از استان ایلام عبور میکنن، این آیا به عنوان یک فرصت استفاده شده از طرف استان و بهره بری در واقع داشته برای استان ایلام یا خیر؟ بحث مسکن رو بفرمایید و بعد اربعین. در مورد نهضت ملی مسکن خدمت شما عرض بکنم، خب پیشرفت خوبی داشته پروژه در سطح استان ایلام، اما نقدهایی باز هم به نهضت ملی مسکن وارد هستش. حالا پیشرفت خوبی که میفرمایید یعنی کردن. چه تعداد تو چه مرحله‌ای هستن؟ چون الان تقریبا دو سال از دولت گذشته و ما باید دیگه الان موعد تحویل خونه ها باشه. این که میفهمید پیشرفت خوب، چه تعداد زمین اختصاص پیدا کرده، چه تعداد خونه، تا چه درصدی پیشرفت کردن؟ اونجایی که در سطح استان ایلام هستش، حالا من دقیقاً این رو اشراف کامل ندارم چه تعداد واحد در حال از لحاظ پیشرفت پروژه فیزیکی دارم میگم، خب به مرحله خوبی رسیده، یعنی به مرحله حالا
بهره برداری نرسیده، ولی خب نزدیک به بهره برداری میتونه باشه. یعنی فکر میکنم اگه بخواد خوب دنبال بشه این پروژه، شاید 3-4 ماه آینده حتی به مرحله بهره برداری برسه. البته نظر شخصی من. اما در مورد نقدهایی که وارده، من میخوام بیشتر صحبت بکنم، چون من کلا نگاهم نقادانه است در جهت اصلاح و این اصلاحات انشالله صورت بگیره. ببینید خب آقای بزرگواش بارها صحبت کردن در حوزه مسکن و بحثایی که عنوان شد اینه که ما یکی از دلایل گرونی مسکن در کشور بحث تراکم بر هکتار هستش. یه نقدی که نسبت به پروژه نهضت ملی مسکن وجود داره، ما از فکر میکنم از استانداردهای کشور تعداد طبقات رو بالاتر ساختن استان ایلام. یعنی ما یکی از بلوک هایی که در استان ایلام ساخته شده در حوزه نهضت ملی مسکن 12 طبقه است. خب خود شما بهتر میدونید، معضلات اجتماعی رو به دنبال داره، معضلات حالا فرهنگی رو به دنبال داره و این تراکم بر هکتار در استان ایلام بالا میره. یعنی این رویه داره ایجاد میشه که ساختمان‌های برج‌نما داخل استان ایلام به صورت غیرقانونی حالا ساخته میشن، گهگداری اجرایات شهرداری برخورد میکنه، گهگداری هم بازم صدای مردم در میاد که چرا برخورد نمیشه. و نسبت به واگذاری عملا زمین، فکر میکنم پتانسیل این رو داشته باشه استان ایلام که بتونه مسکن‌های ملی رو در قالب مسکن‌های ویلایی عملا دنبال بکنه و بیشتر از این حالت ساختمان‌های چند طبقه اون رو خارج بکنه. حالا این چند تا بلوک ساخته میشن، اما فکر میکنم در ادامه تحقق این وعده‌ها بتونن زمین‌های بیشتری رو اختصاص بدن، کما اینکه در استان ایلام این زمین‌ها وجود داره و دولت میتونه اینها رو واگذار بکنه. این در بحث حوزه مسکن. در بحث حوزه اربعین، خب همونطور که مستحضری سالانه خیلی عظیمی از اشاق ابا عبدالله حسین علیه السلام به سمت کربلا از طریق مرز مهران میرن و واقعا یکی از کریدورهای مهم صادراتی و زیارتی کشور محسوب میشه شهرستان مهران و واقعا باید توجه ویژه‌ای بشه. اما علارغم این پتانسیل ها، باز هم حالا کارهای خیلی مثبتی انجام گرفته در حوزه راه و شهرسازی، در حوزه چند بانده کردن مسیرهای منتهی به مهران و میگم واقعا جای تقدیر داره، اما باز هم کافی نیست. یعنی کارهای لازم رو انجام دادن اما کافی نیست و حالا از طریق کمربندی، بیشتر کمربندی شمالی استان، بیشتر زائران بدون اینکه وارد شهر ایلام بشن وارد همون جاده مهران میشن و به سمت مرز مهران حرکت میکنن. حالا خب چون سیاست بر این هستش که معمولا کمترین هزینه بر زائران اعمال بشه، خب بیشتر وارد شهر نمیشن، اما در مسیر برگشت میشه پتانسیل هایی ایجاد کرد که اون جذابیت های اقتصادی ایلام بیشتر نمایش پیدا بکنه و بتونن مردم استان از این مسیر استفاده بکنن و عملا خدماتی رو هم به زائران بدم، هم زائران خدماتی رو از مردم استان ایلام دریافت بکنن. بله. یه نکته دیگه من اینجا بگم، فقط در مورد تامین کالاهای اساسی داخل استان ایلام هستش که باز هم یک نقدی وجود داره، اینه که ما در استان ایلام چیزی حوالی 159 هزار خانوار داریم. بله. ما عمدتا تجارب میدانی، اگه داخل ایلام حالا افرادی باشن که این رو تایید بکنن که قطعا میکنن، بحث اینه که برخی هفته ها ما با کمبود مرغ و حالا مثلا گوشت در استان ایلام مواجه هستیم، بیشتر مرغ. ما یک برآورد کردیم حالا داخل همین کتابی که خود مجموعه استانداری کتاب مناسبی هستش، فرصت های سرمایه‌گذاری استان ایلام که به 3 زبان هم ترجمه شده و کتاب خیلی جالبی هستش. عنوان شده که ما تقریبا حوالی 51,000 تن مرغ در استان ایلام تولید میکنیم، که ما یک حسابی که اینجا انجام دادیم، اگر این 159,000 خانوار هر خانواری 25 کیلوگرم مرغ در ماه مصرف بکنن، چیزی حوالی 3.9 تن در ماه خواهد بود که در طول سال تقریبا میشه 48 تن و از اون ور ما 51 تن طبق آمار خود استانداری تولید مرغ داریم، اما اینجا 48 تن مصرف داریم، اینجا حالا 3 تن مازاد داریم. با این تفاصیل این آمارها بازم با هم یکم تطبیق پیدا نمی‌کنه. یعنی چرا؟ یعنی یه جای سواله که چرا میتونه مصرف رو پوشش بده؟ دقیقاً میتونه مصرف رو پوشش بده، حتی حالا با یه ضریب خطای حالا یه چند تن اینور اونور هم باز میشه عملا مدیریت کرد، اما باز بله. با کمبود مثلا مرغ در استان ایلام مواجه هستیم. یعنی اینجور مشکلاتی هستش که واقعا بعضن باعث تکدر خاطر مردم شده. و در آخر حالا من میخوام یک جمله‌ای رو از حضرات آقا بگم که میگن که انتقاد اشکالی ندارد و انتقاد برای اصلاح لازم است. بله. انتقاد یک عمل دوستانه است و خصمانه نیست که در جمع اعضای
خبرگان رهبری عملا در سال 97 فرمایش کردن. و نکته دیگه‌ای که ما خیلی مصمم هستیم در این حوزه این مطالبه گری ها رو انجام بدیم، بحث جهاد تبیینه که مقام معظم رهبری بارها عنوان کردن که جهاد تبیین در بحث شفاف سازی شبهات لازمه، چرا که شبهات همچون موریانه ایه که دشمن به دنبال این موریانه هاست و همچون ویروس کرونا است که وقتی وارد داخل و وقتی وارد بدن شد دیگه خروج کردن از بدن خیلی سخت. ما کل برنامه دادستان و کل خبرگزاری دانشجو و زحماتی که شما میکشید در راستای همین تبیین و مطالبه است. یعنی یه جاهایی نیاز داریم مطالبه بکنیم که مشکلات حل بشن، یه جاهایی هم نیاز داریم اون جاهایی که کار مثبت و خوبی انجام شده این رو نشون بدیم که مردم دلگرم بشن و بدونن که کار انجام شده. خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای صیادیان، چون خیلی فرصت هم نداریم. تشکر میکنم ازتون و خداحافظی میکنم. از بیننده های عزیزمونم تشکر میکنم که تا اینجای برنامه با ما همراه بودن و امیدواریم که این پیگیری هایی که ما داریم انجام میدیم به حل مشکلات کمک بکنه. ما یه مقداری، من هر از چند گاهی توی این برنامه عرض میکنم، یه مقداری برنامه دادستان برنامه تلخیه به خاطر اینکه جنبش جنبه پیگیری مشکلاته. حالا هر از چند گاهی ما به اقدامات مثبت هم میپردازیم، اونتا پیگیری مشکلات داریم میکنیم دیگه و طبیعتا برنامه مقداری تلخ خواهد بود. امیدواریم که با حل این مشکلات اون شیرینی زیر زبون همه ما بیاد. ممنون که ما رو همراهی میکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.